د ولسی جرګې یو شمېر معترضو نمایندانو په تیرو ټاکنو کې د درغلیو نوي موارد موندلي. دا نمایندان وایي ترلاسه شوي اسناد ښیي چې تیرې ټاکنې باید باطلې اعلان شي. بحث دا ده چې آیا د ټاکنو بدلان ممکن دی، او بله مهم بحث دا ده چې په تیرو ټاکنو کې د درغلیو نوي موارد څه دي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن ځانګړی انتخاباتي بحث ګورئ. په نن کې د تیرو ټاکنو درغلیو پر نوي مواردو او د بوتلان پر غوښتنه غږیږو چې پر موضوع برا سره دوه قدرمن میلمانه باسو کې. له کابل ولسي جرګې ته بریالی اعلان شوی نوماند د جنرال نظیفه زکی، او له کابل ولسي جرګې ته معترض نوماند ډاکټر سید سمیم شمسی ستړي مشه. بس دغه راغله شمسی د بس له تاسو څخه پیل کوم، هغه نوي موارد چې تاسو موندلې دي درغلیو په برخه کې څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بارز سلام ادب حضور شما مهمان محترم برنامه، بینندگان شنوندگان تلویزیون محترمتان. و علیکم السلام. شما در جریان هستین که از روز 27 و 28 میزان تقلب سازمان یافته، گسترده، غیر قابل پیش بینی، غیر قابل تصور برای مردم افغانستان بود، و شما دیدین که در همون زمان سایت ها و موقع باز نشد و زمینه برای مردم مساعد نشد، و همچنان تعدادی نزدیک به 400 نفر که اسناد از طرف نامزدهای محترم کابل به رسانه ها شریک ساخته شد، بیشتر از 400 نفر در لیست رایده کسایی که در لیست بودن نامشان اصلا اسمایشان حضور نداشت. فعالیت های از اینا جریان داشتن در این اواخر. ما به اطلاعات دستیافتیم، یعنی جهبیسیای تقلب که 15 موارد بسیار وحشتناک و خطرناک بوده. او موارد متاسفانه من به عجله آمدم که من تمام اسناد و مدارک می آوردم و با شما شریک می کردم. طبعا اگر ژورنالیست های شما امروز در او گرد همایی حضور داشته بوده باشن، برایشان به صورت مفصل معجب و دقیق معلوم است. طور تقلب سازمان یافته بوده که اینا ریزلشت اصلی ده، یک کسی در ریزلشت فرزن درای داشتم، در جای دیگه به عین امو امضایش جعل کردن، 100 رای، 200 رای، 300 رای، 400 رای زدن، در یک جای 50 رای داشتن، عین از امو 3 تای دیگر ساختن و به او هم 50 تا 40 تا 70 تا زیاد کرد. و این بدتر از این که در امی عرصه موارد به نفع اونمو کاندیدی مورد نظرشان یا امو کاندیدی که حالا در بر اساس معامله بوده، بر اساس شناخت بوده یا بر اساس روابط بوده، با اینمی 3 بار رای، یک رای 40 دانه ای، 3 بار به نفع او کاندید در صندوق ریخته شده. درسته، دغه موارد دي چې په خوان په دې باندې باس شوی دی، ریزلټ شټونو کې لاس وهل شوی دی، مثلا ریزلټ شټونو کې رای ډیری شوی دی. نوی موارد چې ساسو په کانفرنس کې قبلا خو اگر دا برای شما گفته باشن یا از طریق مردم شنیده باشین، یک بحثی بودن که گفته بودن که تو یک گپ شده، ولی امروز مستند ایده آوردن، کشیدن، نشان دادن، امضاهای از اینا را، جعل از اینا را، تزویر از اینا را، فریب از اینا را، تقلب از اینا را، تخلف از اینا را به صورت موجه، دقیق و و و به صورت فیلم برداری، عکس برداری و نمونه مکمل آورد. تاسو دغه اسناد رسنه تو خود ولی تاسو مرجع شکایت کمیسیون ده، شکایت کمیسیون ته مدغ اسناد ورکړی دي؟ بله، قبلا ما پریروز یک تعداد از نمایندای ما با کمیسیون شکایت انتخاباتی صحبتای در این مورد داشتن، و این مواردی که ما جعبیسی ها را برای شما اشاره میکنیم، موارد دیروز با وجود آمده که ما امروز کنفرانس عاجل مطبوعاتی گرفتیم و این را آوردیم، با تمام رسانه ها شریک کردیم. امی لحظه نماینده های ما رفتن به طرف اداره لوی سارنوالی و رفتن به طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی با اونمو دستگاه پروژکتوری که بتانه به صورت مفصل، مکمل، دقیق و همه جانبه تمام مردم برش نشان بده و در اختیارشان قرار بده. گفتنمو بالاخره داده خو اسناد و پرانا که چه و چی چه باید وشی؟ ما از اول گفته بودیم که یک رایی که بر اساس تقلب باشه، تخلف باشه، تخطی باشه و حقوق شهروندی رعایت نشده باشه، زمینه و مجال برای مردم افغانستان داده نشده باشه که اینا برن رای خود اعمال بکنن و از رای خود استفاده بکنن، ایده ما از اول خواهان بطلانی از این بودیم و به موضوع خود پا بر جا هستیم. بطلان یو خو خپل د کابل د انتخاباتو د بطلان خبره کیږي چې پخوانی شکایت کمیسیون باطل اعلان کړی و.
یو د ټول افغانستان پارلمنی ټاکنې د بوتلان غوښتنه کیږي. ستاسو اونده غوښتنه څه وه؟ شما میبینین که اولا خب مداخله ریاست جمهوری یا مداخله معاونیت محترم ریاست جمهوری در امور اعلان کمیسیون شکایت قبلی که بنا به دلایل موجه ایده باطل اعلان کردن و خلاف تمام مقرره ها و خلاف قانون هستند. جناب جنرال صاحب هم خودشان بر علاوه ای که وکیل هستن، ایشان قبلا سارنوال بودن، در سارنوالی کار کردن و از لحاظ حقوقی مسائل مسلط هستن و میفهمن که وقتی که کمیسیون شکایات انتخاباتی مرجع تصمیم گیری در قسمت انتخابات بود، تصمیم خود گرفت، نباید دولت به این مداخله میکرد. ولی متاسفانه شما دیدین که دولت به این موضوع هم مداخله کرد و این موضوع را گرفت به این حد رسوند. مننه. اغلی زکی، د ولسی جرګې په ټاکنو کې تاسو بریالی اعلان شوی او بالاخره د دغو ټاکنو د بوتلان غوښتنه کیږي، ستاسو نظر څه دی؟ آیا درغلی په هغه کچه دي لکه څنګه چې معترض نماندانو د 15 نوي موارد موندلي دي چې له مخې دوی وایي کابل حوزه خو باید باطله اعلان شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم احترام به شما و منندههای برنامه و مهمان عزیز برادر ما، تشکر. برنامه بسیار خوب است که در این شرایط اساس همچو برنامه باید گرفته شد و از هان عامه روشن شد. در مورد انتخابات و شما بهتر معلوم است که انتخابات مطابق قانون بعد از گذشت 3 سال وقفه دایر شد با یک بودجه بسیار زیاد گزاف که برم جامعه جهانی متقابل شد. در شرایط فعلی که مردم افغانستان گشنه و دربدر و محتاج و ضعف اقتصادی دامنگیری مردم بود، و خاطر که دموکراسی را نهادی نساخته باشن، آهسته آهسته دموکراسی برای به طرف یک فرهنگ که مردم افغانستان بپذیره بدون قوای مقننه، دو قوای دیگه در حقیقت ناقص است. با اساس انتخابات صورت گرفت. هر انتخابات متعرضین خودم می داشته باشه، به دلیل از اینکه در کابل 84 نفر کاندید بود و کرسی های کابل 33 کرسی است. خامخا متباقی متعرض میشن، سر صدایشان میبره که تقلب شده، چرا رای ما کم شد یا ما چرا رای نبردیم. رای دادن به دست مردم بود، به دست ملت بود، و هر کسی که رای گرفته یا از یک اوزه رای بگیره و برای خود از اون شخصا معلوم است که به می ملت، به می مردم چی خدمات کرده و چی کارهایی در جریان کمپاین برش کرده که او مردم برش رای داده باشه. و بعضی کسها و دوستای ما بودن که دوست ما خفه نشه، حتی 7 رای 8 رای هم داشتن، اینا در جمله متعرضین بودن. حتی کسایی را ما در کابل سراغ داریم که خود ما که کاندیدا از کابل بودیم، به یک دروازه و به یک کوچه کس کمپاین نکردن. در روز نتایج شد اینا سر صدایشون برآمد، چرا ما رای نگرفتیم. مردم افغانستان و خصوصا کابل که پایتخت افغانستان است و الحمدلله همگی مردم مدنی هستند، مردم روشن هستند، مردمی هستند که آگاهی عام و تام دارن، میبینن که کی برشان خدمت میکنه و کی برشان نمیکنه، به چی شکل آمد. بحث تقلب، بحثی که در لیزرشیت ها برادر ما گفتن رای جور شده، رای بالا شده، این را ما هم رد نمی کنم که به بعضی افراد رای بالا شد، مگر ما افراد کامیاب نشدن. ما اسنادی بر دست خود ما دارم که ما هم در کنار از اینکه یک کاندیدی برنده بودم، ما هم شکایت ها داشتم از به دلیل از اینکه آرای ما، آرایی که ناظرین برای ما دادن و مردم برای ما آرا را استعمال کرد، او آرا در حساب نشده بود در روزی نتایج ابتدایی. ما هم نشد. و وقتی که ما دیدم و اوراق دیدم و سیدیایی که به ما داده شد که دیدم، با کسی بود که راستی که نور رای برش 99 رای شده بود، یک نوی دیگه در پولیش زیاد شده بود، مگم اونو کامیاب نشد. وای اولی داده چی در دریدر شو کسانو که چی تاسم پا مقی قطار کی دمدوی لپارا تقلب شو ویده، دمدوی لپارا رای دیری شوی دینو پا مدی اساس اوز پا ابتدائی لیس کی دی؟ نه، با کسایی که ما گفتم، ما کسی را فعلا در سیدی پیشی ما هست که او کامیاب نشده. اکثریت کسایی بودن که ما تقلب خودشان کردن پس کامیاب نشدن. شاید کسای دوستای دیگه ما رای داشته باشن، اقشان هست که اعتراض کنن، اقشان هست شکایت کنن. او وظیفه کمیسیون شکایات انتخاباتی است که رای سیا را صفحه جدا کنه و کاندیدای برنده را معرفی کنه. تقلب پک مسد، تقلب پک مسد ها و پا دی انتخاباتو که پزنگری توگه پا کابل کی؟ در کابل نسبت به همه ولایات انتخابات بهترین انتخابات بود. ما برطان به دلیلی میگم در کابل در حدودی اضافه از 30,000 کارمندای امنیت، استخبارات، امنیت ملی، از
پرسنل امنیتی توظیف بود. در هر سایتی که میرفتی کارمندای استخبارات هیچ کس نمیتونست تقلب به ایمان است که یک نفر برو دو بار رای بده، چهار بار رای بده، پنج بار رای بده. آنقدر انتخابات کابل شفاف، شاید هیچ ولایتی به اندازه شفاف. ولی بیا د بوتلان مثلا، ولی شکایت که مسئول باطل کرد. ما بر تو نمیگم که یک تعداد دوستا نامدن سر صدا میکنن. ما از انتخابات دور 16 هم تجربه بسیار خوب داریم که حتی محکمه انتخاباتی شد سر صداها کردن، سرکابند بود، جاده های عمومی بند بود، شاره های عمومی بند بود، درست خیلی محکمه داشت. یه سوال میده سیده پخانی شکایت و کمیسون دقا تاکنه ده اغو اعتراضون و شکایتون و پاساس باطل اعلان کرده چه ست هایی لپنزوس یا شپیتو فیصد و چخم دیر شکایتون ده کابل ده انتخابات ببرخی که وشول اغوی ده تاکنه باطل اعلان کرده مخ که دکتر سب اشاره وکرده چه حکومت لاسوهنه وکرده مداخله وکرده بالاخره شکایت کمیسیون لخپل فیصله څخه وګرځاو نو د باطلې دو منطقي پڅکیو ای کسی که نظر داد و ابطال کردن ای یک جفا بود به مردم کابل. شما ببینید در روز انتخابات مردم کابل با هزارها تهدیدات بلند امنیتی، با هزارها چالش ها و مشکلات ها، زنای پیچ سفید در قطار استاد بودن که اونها حتی گفته شد که تا ساعت 12 11 بجه 1 بجه سایت ها باز نشد و اوراق گم بود و جدول ها هر کس نام خود پیدا نمی کرد. با آن هم مردم چند مرتبه مراجعه کرد تا ای که نام خود پیدا کرد و رای خود بایومتریک شده استعمال کرد رفت. این یک جفا نیست در حق مردم کابل که آرای از یه باطل شد. این یک جفا نیست در حق مردمی که دو روز انتحاری آمد، انفجار داد در چند سایت. ما شما دیدین در لیسه عبدالعادی داوی، در سری کتل خیرخانه، در چند دین سایت های دیگه مردم برمی دوستی افتید و اوگار شد و شهید شد. ما شهید دادیم دو روز. این جفا نیست و حق مردم کابل که آرای از یه باطل اعلان شد. این یک جفای بخشوده نیست که کسی اعلان کنه آرای مردم کابل. بیاین سیار سفید کمیسیون شکایت وظیفش اینمی است، یعنی محکمه انتخاباتی زمین اینمی وظیفش است که باید سیار سفید جدا کنه، باید حق بقدار بسپاره هر برادر ما و خواهر ما که رای کامیابی داره و پیدا کنن، رای غلط هم پیدا کنن و کس تقلب کرده، کس خرابی کرده، او را علاوه از اینکه از حذف کنن باز ارگان های عدلی و قضایی معرفی کنن در آینده جلوی هم چه افراد اشخاص گرفته شده که تا اینو نتوانن با آرای پاک مردم جفا کنن. ما این را نمیپذیریم که آرای پاک مردم کابل او بیای ابطال شوه و این مردمی که همیشه مورد انتحار انفجار قرار داره، همیشه شما ببینید در ماه چندین انفجار انتحار در شهر کابل است، با آن هم مردم امر به وجود پذیرف رفت در سر صندوق رای داد، به دلیل این رای داد که تا یک پارلمان داشته باشد، تا یک نماینده واقعی انتخاب شود نه نماینده انتصابی. من نه اغل زکی تاسو سره په دې مسله باندې راګرځم چې کچری د انتخابات شفاف وو، د کابل انتخابات شفاف وو، نو بیا په دې کمیسیونونو کې کوم تحولات چې راغلل، کوم ازل چې رامنځته شو، بالاخره هغه کمیشنران چې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي، د هغوی د معرفي کېدلو منطق په څه کې و؟ تاسو ته بېرته راګرځم ډاکټر صاحب، د انتخاباتو په برخه کې د شفافیت خبره کېږي، د کابل انتخابات ډیر شفاف وو، وجه دا ده چې دلته امنیت و، دلته نړیوال ناظرین هم زیات و. ستاسو ځواب؟ بحث اینجاست ما از مسائل عاطفیش میگذریم و ایده بسیار برای ما جالب است که جناب جنرال صاحب به این نقطه هم میگن که تقلب بوده، تخلف بوده و خودشان میگن سایت ها تا 11 بجر باز نشده و از جانب دیگه میگه بسیار شفاف بوده، بسیار خوب بوده، نیروهای امنیتی بوده. شما دیدین در روز انتخابات تیفا و فیفا به خاطر که اینمی کاندیدای ثروتمندی که پولهای بادآورده داشتن ناظرین استخدام کردن، هر کدامشان 5000 تا 2000 تا 3000 تا، به خود فیفا و تیفا اصلا ناظر نداشتن، اینا کسی نرفتن با اینا همکاری نکردن، در اکثر سایت ها نماینده های از اینا وجود نداشتن و از لحاظ دیگه قاعده حقوقی را جناب جنرال صاحب میفهمن زمانی که فاعل یک کار مجرم باشه، فاعل یک کار خائن باشه و جنایت پیشه باشه و به دادگاه و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود، چطور میتونه فعل از اون مورد قبول مردم قرار بگیره؟ و از جانب بحث ضد و نقیضی است که ما از یک جانب یارا میگیم، کمیسیون میگیم که اینا کارشون ناقص است و در بخش این میگیم که اگر اینا باطل اعلان کرده کار غلط کرده و در بخش از این که اینا را به لیست ابتدایی آورده کار صحیح کرده، این خود از این دور از یک حقیقت بینی است، دور از یک واقع بینی است و شما میفهمین بدترین آدمی که در کابل اگر خود کاندید کنه هیچ کس هفت رای، ده رای یا سه رای نمیاره، بلکه اما بیچاره ترین آدمی هم که باشه یک 15 نفر 20 نفر 50 نفر دوست و رفیق و اقارب داره، ولی به علتی نداشتن ناظر، با
به علت نداشتن شفافیت. ما بحث ما بالای وکلای محترم نیست، ما بحث ما بالای مردم شرافتمند کابل نیست، ما بحث ما بالای مدیریت نابکار ضعیف و و و و خیانت کمیشنرها و اعضای کسانی که در دو تا کمیسیون بودن با اینا بود. خدا شاهد است که من روز دوم ساعت 4 بجه رفتم که پیرمرد و پیرزن استاد بود در یک از سایت ها و من گفت بچه ما دیر روزم آمدیم تا 12 بجه سایت باز نشده و بعد از او بسیار تنبه و تلا بوده، ما را کسی اجازه نداده، امروز باز آمدیم، اگر وقت پیدا شد ما به شما رای میتیم، به خاطر شما آمدیم. من این درد و این اقدره و این مشکل را من درک میکنم که اونا آمدن، ولی حد اقل برای اون بیچاره ها مجال رای دادن. شما دقت کنید، یک نقطه کسی ادعا میکنه که من 10,000 رای دارم، ببینین شما 10 بجه سایت باز کنین، 12 بجه سایت باز کنین، با امی رویشه که هر رای دهنده حد اقل 10 دقیقه 8 دقیقه وقت میگرفت، شما امی رو ضرب بکنین، اگر در یک روز 1,000 نفر در یک سایت رای داده تانست، من میگم سیست امیال هم دا گز گپه چی دا میدان، ولی کل از اینا تقلب بسیار سازمان یافته. ولی اقل زکی ویلی چه دا منی چه پر ریزل شتونو کلاسوان شویده نه ورته نه نویشی ویدی، ولی اقل چه دا چه دغا تقلب شویده اقل وی کامیاب ندی. خب مش نمونه خروار است. آلیت دایشه بانوی گرامی ما جنرال صاحب معزز خبر داره، ما صدها موارد این امید اقم آوردیم. فکر که در دریدش کسان چی بس لسته لرا پیدا کرده دا طول پر تقلب راگلی؟ ما هیچ گاهی گفته نمیتونیم که تمام از اینا به تقلب آمده باشه، ولی اکثریتشانه و شما به صراحت میگم، شما ببینید از 33 نفری که در کابل آمده، من دیشب با تلویزیون دیگه هم گفتم، آیا مردم کابل اینقدر ناتوان بوده که نه به روشن فکر، نه به دانشمند، نه به شخصیت علمی، نه به شخصیت های سیاسی، نه به هیچ کس رای نداده، فقط به بانکر رای داده و به کسایی که در سرایش آزاده چی کرده رای داده؟ حالا ما 10 تا 5 تا 15 تا اینا رو من خوب بسیار اینا مرا نمیشم، من اینا رو بسیار خوب میشناسم، آدم بسیار شریف بودن، در سالن مالی آدم پاک بودن، من هم عضویت سالن مالی رو داشتم، من مسئولیت در سالن مالی بودم، ولی بحث در اینجاست که ما نمیتونیم که تقلب، تخلف، تخطی کمیشنرا و اونا و همچنان کسایی که زمینه را با شما باور به خدا کنین که سایت ها یک بجه باز نشده و ما زنگ زدن و غرب کابل که سایت ها باز نشده و بعدم زنگ زدن که باز شده، صندوق ها پور آمده، صندوق ها پور می آمد. از برای خدا به این گستردگی فساد ما میتونیم که یک پارلمان شفاف، یک پارلمان درست، وقتی که نماینده های ما بر اساس تقلب، تخلف، تخطی، بر اساس معاملات پولی وارد پارلمان شود، دور از یک ده کسانی که همه ما و شما میفهمیم شخصیت های خوبی هم وجود دارند، فردا این پارلمان شما چه گونه نیازمندی های اجتماعی و نیازمندی های سوال نسیم که حکم شمسی صاحب چه که دغه ټاکنې باطل اعلانېږي، باور لرئ چې تر دې به ښې ټاکنې ترسره شي، هغو کې به بیا تقلب نه کېږي؟ به امید خدا ما امیدوار هستیم که شاید نشوه، ولی به این گستردگی، به این رنجال، شما ببینید روز 28 میزان روز رایدهی بود، همه ما و شما خبر داریم 11 بجه یک بجه سایت باز نشد، پس دوباره بسته شد. و یه سوال میدلت ده چه اوس امده کمیسون نتایج اعلان نوی مختلف و ولایتون نتایج اعلان کرده و دای هم ویلی دی چه ده کابل و ده کوچان حوزو پاڑا سلا مشوری روانی دی دوی نهین نتایج با هم دیر زر اعلان کی، با امده کمیسونون باندی باور لاره چه ده کابل انتخابات به شفاف ترسره کی؟ با معلومات را که از کابل دارم، تقلب و تخلفات را که ما در کابل شاهد هستیم و بیش از ده ها هزار شکایات مستند و موجه و دقیق که به کمیسیون های شکایات انتخاباتی رفته، برای ما بسیار قابل باور نیست که ایتو یک جرأت پیدا شود و همین کمیشنرهای جدید یک جرأت به خود بتن که امچو انتخابات مملو از تقلب، تخلف، تخطی و سایر موارد ایده اعلان کنه، ما باور من نمیاد. اوکی اعلان نمیشه بیا انتخابات به سنگ ترسره کی شفاف به ترسره کی مرحله را این مرحله را بحث ما سر این مرحله اعلان همین انتخابات است. انتخابات بعدی رو خود از اینا مدیریت میکنن، خودشان رهبری میکنن، خودشان استاسو باور شده، استاسو باور شده، امیدوار هستیم که بتونن انتخابات خوبی را برگزار کنن، ولی چهره هایی که ما در بین اینا میبینیم هنوز زود است که قضاوت کنیم، ولی شخصیت هایی که در پروسه انتخابات و در این بخش اینا کدام تخصص داشته باشن در بزنشان کنیم. ساسو پیشنهاد اما پا خیره که اخلمه اقل زکی در انتخابات و در شفافیت پانده چه تاسو ادعا لره چه دیر شفاف انتخابات ترسره شو درست ده چه تقلب و در غلیم پخپل حد کیوه،
هغه بدلون چې په کمیسیون کې رامنځته شو، کمشنران له دندو لرې شول او بالاخره اوس قضیې او دوسیې په څارنوالۍ کې دي، د هغې منطق به څه کې و؟ خو ای د تمام دنیا همی تقلب د امو خوبترین کشورهایی که دموکراسی در اونجا صدها سال نهادی نشده، باز هم وقتی که میشنویم ما و شما صفحات مجازی میبینیم و میشنویم که در اونجا مردم شکایت میکنه که در اینجا انتخابات خوب نگذشته به یک شکل از اشکال، مگر در افغانستان که نو تازه ما این را به حساب تمثیل میکنیم و نو تازه دموکراسی کم کم بعد از چند دهه جنگ آمده و شروع شده و ما این را بگیم که خامخا تقلب داره، خامخا یک غیر شفاف در بعضی جایا، همه را در کل ما نمیتونیم زیر سوال بکنیم. ما حضور مردم هم دیده میتونیم. ما شما قانون در انتخابات رو تعدیل شد، کمیسیون ټول کمشنران یې عزل شول او یو داسې حالت رامنځته شو چې اوس موږ تاسو پارلمان نه لرو، د پارلمان دروازې تړلې دي. خو یو دلیل همدغه و چې انتخابات تر دې بریده له درغلیو ډکو چې حکومت ار ټول کمشنران له دندو لرې. درست است، ما نمیتونیم همه کمشنران را محکوم بسازیم که همه از یا دستجمعی پروسه را زیر سوال آوردن، یا ما نمیتونیم در سطح بالا، شاید در سطح پایین. ما دیدیم که در لیزرشید در پیش کمیشنر نبود، لیزرشید در سایت انتخاباتی بود، در پیش کارمند محلی یا کارمند پایین انتخاباتی بود. اینا به اینجا فسادی گسترده ای که در بعضی نهادها وجود داره، اما تو در کمیسیون هم در بعضی یعنی در اقدام شو کمیسیون هم نرشون خاطر منفعت جیب خود امرای کاندید تفاهم کرده و به نفش رفته رای بالا کرده. اقدام در حکومت، اقدام در حکومت در کمیسیونران و در عزل پا برخی که چه دول بود؟ اقدام حکومت به خاطری که امی جنجالی که شد امی پروسه زیر سوال نیایه، عاجل حکومت تصمیم خود گرفت کمیسیونرها را برکنار کرد و کمیسیونرهای جدیدی را جابجا کرد، چه در شکایات چه در انتخابات، که تا بتوانند باقی مانده امی برنامه را پیش ببرن و در اقدام هرکلی کوی. خو ای ما نمی این هم بچه افغانستان است و دختر افغانستان و او هم امی بودن، 100% ای را به جز محکمه و سارنوالی که ای را پاک بسازه و ای را بگه که کی متهم ادعا داده، ادعا داده شد هغه څوک چې کامیاب کړی دوی هغه سره د دوی معامله و د پیسو معامله و د پیسو په نتیجه کې والله امی پیسې معامله امی یکش مستم که امی تمام به جز معاش دولتی ما هیچ وخت کلام آید و سرمایه و تجارت نداشتم و ده همه دنیا هم گفتم اعلان آن می کنم که ما 7 لک افغانی تمام مصارفات پوستر و تیل موتر ولی شما سه بوی چې داتنګ د کابل ټول خلکو بانکرانو تر نتیجه دار دا بانکرو ده هر مې دنیا بانکرو رئیس جمهور بشوند همه دنیا بانکرو وکیل میشن، به دلیلی که اینا با مردم میروند خدمت پولی میکنن، میروند سرکش جور میکنن، کوچهش جور میکنن، چای آب برش. من خود دیدم از این تجارایی که اگر کامیاب شدن، ما دیدم که رفتن برشان ایستگاه جور کردن، رفتن سرک کنکریت کردن، رفتن مسجد ها را اعمار کردن. مردم ما خو الحمدلله مردم در کاری کنه رای لپسو وقتی مسجدش برش جور کن 2000 نفری که در مسجد نمازگزار است میگه من رای من است. سوال پختن است مشخصا دوی مسجد جور کن لار جور کن خلکو ته خدمت وکړه، خلکو رای ورکړه، رای عادت چې کمشنر ته پیسې ورکړي، خلکو ته پیسې ورکړي او رای په پیسو واخیسته. کمشنر پیسې کس داده؟ باید ایرا امنیت ملی استخبارات جنایی باید ایرا راپور بده به سارنوالی، سارنوالی تحقیقش کنه بتش در محکمه که جزایش ببینه، اگر یه داده باشه مستند باشه. ما نمیتونیم بالای مردم اتهام وارد کنیم و ما بگوییم به این شکل. درست است برادرای ما متعرض هستن، مگم آدمو چارچوکات باید سنجیده گفته شود که اگر واقعیت است اسناد داریم، اسناد بکشیم بر روی اسناد مجازات کنیم. بسم الله من طرفدار نیستم، من حمایت نمیکنم. من گفتم من خودم شاکی هستم که رای ما 2017 نبود. ما 8 سال وکالت کردیم، 29 سال سارنوالی کار کردیم، 4 نفر دوست و آشنا و کسی که برش خدمت کردیم طول 8 سال وکالت 1200 نفر نبود. من هفته 1200 نفر ملاقات داشتم. سارنوالی که ما میشناختن همکار بودیم در سارنوالی، خود پرسنل سارنوالی زیاد بوده اون دیدن. مگر ما 1200 رای باید میگرفتم؟ خب نه، خب طبعا که یک گدودی اومده که ما میل شاکیستیم که ورس در اسیا شروع شد. ما رای خودم میخوایم که باز جنب بندی کو بالاخره وقت خلاص ده. شمسی سے خپل اغلی زکی هم شکایت لري زکه دی رای هم رکشوری استاس ورسات پیشنهاد بسی. خب بحث همی هست، با بازنده هم شکایت داره، برنده هم شکایت داره. برنده شکایت داره که ما رای ما فرزند بیشتر بوده و فرمایش جنرال صاحب که رای زینا بیشتر از 2000 بوده ولی 1200 هست، باز هم 800 یا 1000 رای زیر به نفع کسان دیگر ریخته شده.
و امیه که از لحاظ حقوقی خودشان هم میفهمن، شما هم میفهمین، اگر ما بریم مسجد به خاطر رای بسازیم آیا معامله نیست؟ اگر ما بریم سرک به خاطر رای دادن مردم آباد بکنیم، یا سرک ما به خاطر ملت آباد کنیم، یا به خاطر خدا آباد کنیم، یا به خاطر وجدان، حالا رسه بوله وست. ما فکر میکنم که آرای کابل به خاطر اینکه گند از این بیش از حد بالا هست و هیچ قابل از این نیست که ما بتانیم رای پاک از ناپاک جدا بکنیم و رای سیار از صفی جدا بکنیم، جز ابطال از این و و و و و با ریاست جمهوری همزمان پس دوباره دیرم استاسو پیشنهاد به نظر ما ابطال اجرای حل نیست، فقط وظیفه کمیشنرای کمیسیون شکایات است که رای سفید از سیار جدا کنن. وقت بسته خیر است، ما یک ماه دو ماه سه ماه جدا شوه و مگر با رای پاکی که مردم رفته مردم میتونه رای بده به این در ولسوالی سروبی و در نغلو و در خاک جبار مردم از خانه زنای پیچه سفید رفته رای بده، ما نمیخوایم که رای از یه بازی شوه و رای از یه ارج گذاشته شوه. اینا فقط متقلبین مجازات شوند، کسی که به تقلب آمده جزا ببینه، مگر کسی که به رای پاکی واقعی آمده به اونای تحاب زده نشه و رای پاکی مردم بعد فنا داده نشه. دیره من نکور مدن چه غلی پا موضوع مرسر باست دیره من نچه تردم ملتی اکمه تربیامو اللہ ملشه.